این ابزارهای دیگه که ما اینجا داریم چیکار میکنن؟ ابزاری که اینجا شما میبینید ابزار 3D manipulation شماست. در واقع شما اگه صحنه‌تون صحنه 3D باشه، من اگر اینجا یه دوربین به صحنه اضافه بکنم و یه خورده جابجا بکنم تصویرم رو، شما می‌بینید که الان صحنه من تبدیل شد به یه صحنه 3D. اگه اجازه بدید من یه مقدار رزولوشن رو پایین‌تر بیارم تا یه مقدار سریع‌تر بتونیم تصویرمون رو ببینیم. این ابزار شما برای تغییر دادن تصویرهاتون و حالا دوربین یا هر چیز دیگه توی محیط 3D. به طور مثال شما اگر بخواید میتونید این تصویر رو توی عمق جابجا بکنید. اگر روی هر کدوم از این دایره ها بیاین میتونید تو اون محوری که این دایره نشون میده تصویر رو جابجا بکنید. به طور مثال توی محور X یا همون محور عرض، محور Z یا همون عمق و وای یا همون طول. اگر شما قبلا با افتر افکت کار کرده باشید احتمالا میگین که شاید یه جایی نیاز باشه ما یه چک باکس رو آن بکنیم یا آف بکنیم برای اینکه بتونیم این تبدیل بکنیم به 3D این تصویرمون رو، چون توی افتر افکت یه آن و آف داره که شما حتما باید چیزهایی رو که میخواین 3D بشن حتما بگیم به نرم افزار که 3D هستن. اما توی موشن اینطور نیست، شما به طور دیفالت توی موشن کل تصاویری که داری توی فضای 3D، فقط زمانی که دوربین اضافه میکنی به تصویر همه اونها دیده میشن توی همچین شرایطی. اگر من الان دوربینم رو هم عوض بکنم، مثلا میام از دوربین پرسپکتیوم نگاه بکنم، از دوربین اصلیم نگاه نکنم، شما میبینید که من یه دوربین اینجا دارم با یه همچین شرایطی. و اگر دوربینم رو انتخاب بکنم همین دسته ها برای دوربینم هم صادقه و میتونم دوربینم رو حالا بچرخونم یا حالا هر کار دیگه که خواستم باشه انجام بدم. ابزار بعدی ما ابزار پن ماست. اگر اجازه بدید من اینجا دوربینم رو حذف میکنم تا فعلا کار دیگه باش نداریم. شما حتما این ابزار رو توی فتوشاپ دیدید، میتونید تصویر رو باش جابجا بکنید. برای زمانی که شما زوم کردید روی تصویر یه کار خاصی دارید میکنید ابزار مناسبیه. ابزار بعدی شما زوم و زوم بک. اگر شما آلت رو بزنید زوم بک میتونید باش بکنید و تو شرایط عادی زوم میتونید باش بکنید. یه شورتکات خیلی مفیدی که توی موشن خیلی میتونه به دردتون بخوره شیفت زی هست، شیفت و زد، که تصویر شما رو فیت تو اسکرین میکنه. به طور مثال اگه من بیام اینجا و حالا بیام اینجا، اگه بخوام فیت تو اسکرین بکنم تصویرم رو، شیفت زد رو میزنم و این تصویر فیت میشه توی قاب من. ابزار آخری هم که داریم باز هم برای سین های 3D ماست. خب من که بخواستم اینو توضیح بدم چرا حذف کردم، ببخشید. خب من دوباره میرم به نمای پرسپکتیوم و همونطور که شما میبینید این ابزار فعال میشه. این ابزار در واقع برای جابجا کردن صحنه، برای چرخیدن توی اون و اصولا برای ایجاد دید جدید توی صحنه 3D شماست و کاربرد خیلی خاص دیگه ای نداره. به طور مثال شما اگه این تصویر رو انتخاب بکنید و بیاید روش، میبینید که فقط ویو یا همون تصویرتون رو میتونید جابجا بکنید، خود فایل یعنی در واقع زاویه دوربینتون رو میتونید عوض بکنید، با خود تصویرتون کاری نداره. خب این هم از ابزارهای این گروه.